خب ببین، یک سری سینمای فردای سینما ایران یک سری موانع داره، موانع که در هر حال ریشه در شریعت ما هم دارن. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، ما از یک حوزه نزدیکتر نمیتونیم به زن بشیم، به برخی از ارتباطات بشیم. گستره عظیمی است که ما از اونها خودمون رو باید محروم کنیم یا با هزار تا مراعات کردن بهشون بپردازیم. یعنی اونقدر مراعات میکنیم که جعلی میشه. اگر هم سینمای ایران در غرب به واسطه این محدودیت و محصور بزرگی که ما داریم مرتوجه هم واقع میشه، انگار اونا هم پذیرفتن که این بخشی از واقعیته. کمان که چند مورد بوده که آیا در ایران زنا با روسری میخوابن؟ خب این خیلی رقتباره این سوال. توضیح دادنش هم فوق مثلا به یک نفر که اونم بشه در نهایت ده نفر اکتفا خواهد کرد، بیشتر از این نمیره جلو. این سینما این محدودیت رو به صورت یک مشکل خیلی جدی داره. همونطور که در عرصه ورزش ما داریم، تمام ورزش زنان که اسب سواری و تیراندازی که نیست، حالا اخیراً کاراته هم هست که همین کاراته هم به خاطر اینکه یه خورده آناتومی رو ما میتونیم ببینیم، آناتومی زن رو میتونیم ببینیم، همین هم هزار تا مخالف داره و خیلی ها سعی میکنن که چوب لای چرخش بذارن. انگار فقط بایستی تیراندازی و قایقرانی این ورزش زنان ما بشه. خب ورزش خیلی از گسترهای خودشو محدود کرده توی ایران. هنر هم به همین شکل. سینما بدون حضور زن چگونه ممکنه؟ من الان مدتی دارم فکر میکنم اگه فیلم بعدیم رو بخوام بسازم، چون انعکاس پیدا کرد توی مدت 10-12 روز گذشته که من دیگر فیلمی نخواهم ساخت که زن در خلوت خودش با روسری باشه، دیگه فیلمی نخواهم ساخت که زن در کنار محارمش با روسری باشه. این الگوی پیشنهادی فیلم کاناپه باید اعمال بشه. به نظر من باید اعمال بشه. خیلی چیزها رو عوض میکنه اگر این اعمال بشه. یک رضایت نسبی به وجود میاره، حداقل به خاطر کسانی که مخالف این کار هستن. بهتر است به منافع خودشون فکر کنن، ببینن که این باج دادن محسوب میشه یا تنها هستیشونه که میخوان از دست بدن این مسئله حجاب رو. از این روی من گمان میکنم که این یک مانع خیلی جدیه. از این جهت چون جدیه این گسترده نمیشه. چون گسترده نمیشه پس بنابراین ما موفقیت همون فقط در هیته جشنواره هاست. گاهی اوقات هم به صورت استثنایی یک اکرانی برای برخی از فیلم ها ممکنه باشه. و البته در قدم دیگر سانسور هست که یک مانع بازرگانی است. ولی یک زمانی هم هست که سالهای پیش، خیلی وقت پیش، 20 سال پیش حداقل برای من روشن بود که برخی از محدودیت‌های اعمال شده توسط مسئولین وقت فی‌الواقع انگار یک حمایتی است از سینمای ایران که با تندروی همه چیزشو از دست نده. برخوردی داشتیم مثلا همون سالهای 60 رو عرض می‌کنم، 60 اوایل 70، که من همون موقع هم که جوانتر بودم حق میدادم که بله کسانی هستن که میخوان سینما یهو نابود نشه، چون بهتر از ما انگار میشناسن چه کسانی کمین کردن که همه چیز رو با هم دیگه تر خشک با هم بسوزن و نابود کنن. از این روی میتونم بگم که سینمای بعد از انقلاب از حیث آزادی متفاوت از سینمای پیش از انقلابه. تک ستاره ها عمومیت پیدا کردن. همین مسائل اجتماعی رو که عرض میکنم تبدیل به یک سونامی شد. این سونامی در هر حال از کنار جامعه داره عبور میکنه، حتی اگه غرق جامعه نشه از کنار جامعه عبور میکنه و این خودش یک پیروزیه، یک موفقیتیه. سینما ایران در هر حال به این مدارج دست پیدا کرده. اگر ما الان در جمهوری اسلامی باشیم، جمهوریت یعنی یک قدم بسیار پر اهمیت برای دموکراسی. حتی اگر این دموکراسی وجود نداشته باشه، ولی بسیار بهتر از سلطنت هست که یک نفر تصمیم گیرنده است راجع به یک کشور. بایستی قدر همین رو هم دونست، اما افسوسش هم من دارم. چرا بایستی؟ اصلا به فیلم‌های خودم اشاره نمی‌کنم. چرا بایستی کسی نتونه فیلمی رو بسازه که دوست داره؟ ما به هر حال یک سری چیزها رو می‌دونیم. یک حریم‌های ویژه‌ای رو شناسایی کرده می‌دونیم. قرار نیست هر کاری بتونیم بسازیم، ولی چیزی رو که حقمون هست فکر میکنیم که اگه نسازیم زیر سوال هستیم. چرا باید اینم محدود بشه؟ کور میکنه. این زخمی است که زیاد میخارونیش ممکنه زخم تشدید پیدا کنه، بدتر بشه.
وقتی سانسور زیاد میشه ما رو کور میکنه، ما رو به سمت خود سانسوری میکشونه و خود سانسوری هم همونطور که ساعت پیش گفتم از سانسور مخوف تره. مخوف بدتر نه، مخوف تره، برای اینکه به ناگاه ما میبینیم اینه که هیولا داره عمل میکنه، ما دروغگو شدیم، پشت هم انداز شدیم، بی‌مسئولیت شدیم، فقط و فقط بابت اینکه میترسیم و این ترس بدتر این چیزه. من اون سال ها میگفتم که خوبه ما به جشنواره ها میریم و اونجا بهمون احترام میذارن، و الا اگه نمیرفتیم و این احترام رو نمیدیم ممکن بود دچار افسردگی بشیم از این همه بی‌اعتنایی.